روزی که سر از پرده بیرون خواهی کرد، دانم که زمان را زبون خواهی کرد. گر زیب و جمال عظیم فیزون خواهی کرد، یارب چه جگرهاست که خون خواهی. ای خداونده که فلک و ملک را نگه دارنده توی، ای بزرگه که از ماه تا مایی دارنده توی، ای کریمه که دها را نیوشنده توی و جفا را پوشنده توی، ای لطیفه که عطا را دهنده توی و خطا را بردارنده توی، ای یکتایی که در صفت جلال و جمال پاینده توی، آسیان را شنونده توی و طالبان را جوی. عزیز دوستان گرامی، سلام های گرم و صمیمانه خدا نثار حرکت شما عزیزان نموده، امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشید و به همی آرزومندی دیانا صافی دوستزاده هستم با برگزار نمودن برنامه شعر و ادب، البته از طریق تلویزیون جهانی زرین خدمت شما هستم و امیدوار هستم یک ساعت برنامه را که امروز ما خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم مورد پسند و توجه شما واقع شد. خوب عزیزان، البته امروز ما خوشبخت هستم که برنامه شعر و ادب برابر میشه بر روز اول عید سعید فطر و البته که من بسیار خوش هستم که یعنی از اول روز برنامه را با روز اول عید با شما عزیزان هستم و با تقدیم نمودن برنامه شعر و ادب و یعنی من عید به شما عزیزان تبریک میگم. اولتر از همه عید خدمت تمام مسلمانان روی زمین، کافی ملت تمام دنیا مسلمانانش عید سعید فطر تبریک عرض میکنم. روزه و نماز و طاعات و عبادت های هم قبول به دربار خداوند باشه و که یک ماه پربرکت، ماه مبارک رمضان به سرفرازی و به
شهامت خود تمام مسلمان های روی زمین، یعنی از این ما استقبال کردن با روزه و نماز و عبادات و یعنی خیرات و همه به دربار خداوند دعا کردن. البته که دعاها و روزه و نماز تمام مسلمان ها قبول باشه، مخصوصا به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل افغانستان هستن، از او هموطنهای بیچاره و جنگ زده ما که البته به بسیار زندگی غربت به سر میبرن، به او طفلک های یتیمی که پدر و مادرهای خود در تایی چندین ده جنگ هست استادن، و از خانمایی که شوهرهای خود از دست دادن، مادرهایی که پدرهای پسرهای خود از دست دادن، خانمایی که شوهرهای خود از دست دادن. البته ایده به اونا تبریک میگم، به تمام کافی ملت افغانستان، به تمام افغانهای ما که در تمام کره روی زمین زندگی میکنن، البته ایده سعید فطر تبریک عرض میکنم. از خداوند برشان عمر دراز و صحت و سلامت آرزو دارم و همچنان آرزو مند استم که با برگزاری روزایی در ملت افغانستان صلح و صفای دائمی در وطن ما پا بر جا شوه و تمام مردم ما با صلح و آرامی زندگی خود به سر ببرن و دیگه هش که به چشم مادران و کودکان بی پدر یتیم نبینیم و خوشی همیشه مثل هر روز مردم ما باد ازی مثل اید روزای اید خوش و شاد باشن. خوب از زنسانی اید سعید فطره به همکار عزیزم که البته محترم آقای اوجواد رئیس تلویزیون زرین، با خدمت مریم جان خانم محترم ایشان و فامیل محترم شان تبریک عرض میکنم و امیدوار استم و آرزو دارم روزای ایدی بسیار خوش سپری کنن با اعضای فامیل خود، و همچنان خدمت تمام همکارای عزیزم که البته نام گرفتن نمیگم، اگر چی نام هایشان همیشه در قلب در دل ما و در روح روان ما هست، که همیشه در طی 8 ساله که ما برنامه شیر و ادب خدمت هموطنان ما تقدیم میکنم با ما همکار بودن، از نگاه قلمی و از نگاه مادی، از نگاه ازی که زنگ میزدن و مرا تشویق میکنن، ازشان بسیار تشکر میکنم. ایده بر همه از الف تا یا تبریک عرض میکنم، روزای ایدی خوش برشان آرزو دارم، و همچنان خدمت خواهرای عزیزم که در کانادا زندگی میکنن، اگر بینین برنامه مستن حتمی میبینن، روزای اید برشان تبریک عرض میکنم. البته نتانستم در اید بروم و خدمتشان با فامیل باشم، اما بازم از طریق تلویزیون زرین و برنامه شیر و عدد اید برشان تبریک میکنم. خدمت اعضای فامیل شوهرم، اما خواهرها و برادرهایشان که خواهرهای برادرهای ما هم هستن، اید برشان تبریک میگم، روزای اید خوش و پر از صفا و صمیمیت برای همه آرزو دارم. البته پیش ازی که بروم با یک شعر تبریکی در سرودهای خود شما را دعوت میکنم به یک آهنگ بسیار شاد که شادی را به خانه شما به آهنگ ایدیست، البته توفی اید از طرف ما و شما هموطنان عزیزم، اید باز هم تبریک میکنم و آهنگ خدمتتان تقدیم میکنم اگر آهنگ آماده باشه. سبایی دست شادی به شمار است، کل کالان سر تاق چوار است، کل کالان سر تاق چوار است، دو چشمم خیرمان در روی تاق چست، تو گویی خوابم شبدار مار است، تو گویی خوابم شبدار مار است. وطن باره کله میدت مبارک،
دست و کالایم نیمه دوز است، خیال یارکم در سر هنوز است. بگو با یارکم جنگی چراستی، بگو با یارکم جنگی چراستی. بیاشتی کنیم دنیا تو روز است، بیاشتی کنیم دنیا تو روز است. الهی عمر تو به سختی باشه، الهی عمر تو به سختی باشه. نصیبت بخت تاج و تختی باشه، نصیبت بخت تاج و تختی باشه. همین سه روز میمون و خوشی برایت سه در خوشبختی باشه، برایت سه در خوشبختی باشه. نماز عید چیگی رو داره داره، گل خشتی چی بی رو باره داره، گل خشتی چی بی رو باره داره. بیا یار جان بپوشیم جامعه نو، کیار از کو نکالا آرو داره، کیار از کو نکالا آرو داره. نماز عید ما آمد به پایان، مبارک باشه عید از سر یاران. بیا یار جان بیا یخم بیاور، شیرینی بیار بره هر کس باران، شیرینی بیار بره هر کس باران. با سلام های فراوان خدمت شما هستم عزیزان. امیدوار هستم که این آهنگ زیبایی که گروه باران البته بعید سروده بودن واقعا آهنگ زیبا بود. یکی از واقعا آهنگ بسیار زیبا و مقبولی بود، پیام بسیار خوب داشت البته.
اگر ما شما متوجه شویم بعد از عبادات و نماز و روزی و یعنی دعا کردن به دربار خداوند در طی یک ماه به ما یه خوشی عید روبرو میشیم. یعنی مانای اصلی آن امی بود که گفتن که یعنی باید اولین کاری که در روز عید میشه بعد از برگزاری نماز عید یعنی از بین بردن کدورت و یعنی جنگی بودن های بین مسلمانان است، که مسلمانان باید که کدورت ها را از دل بیرون کنن و اما مسلمانان یکی دیگه خود در بعد از نماز عید در بغل گرفته فشرده و اعلان دوستی و برادری بکنن. میریم سراغ یک لین، باز هم با هم هستیم. بله بفرمایین، برنامه شعر و ادب با دیانا هستیم. بله خانم دوست دارم سلام برسم، من نوری هستم. برادر عزیز و بزرگوار ما محترم نوری صاحب عزیز، شاعر توانای ما، بسیار خوش آمدین، عید شما مبارک، صفا آوردین. تشکر همچنان به خانواده عزیز شما، نورم از جان وجوهات و همسرشان و تمام دوستان عید سعید فطر از صمیمی قلب تبریک و تهنیت میگم، چون عید سعید فطر روز آشتی است. بله بله، روزی است که باید تمام مسلمانان کدورت و کینه را از دل خود دور کنند و با آغوش گرفتن و عید مبارکی کردن اعلان صلح دوستی بکنند. راستی پیامش واقعا مرا بسیار دین مقدس اسلام یعنی با امی یک روی بسیار شاده برادم میاره که باید مسلمان ها باید خوش باشن و با هم دوست باشن. بفرمایید. بله دقیقا، من امروز بسیار زیاد وقت شما رو نمیگیرم، از چند در هر مناسبت مشهری ندارم، اما یک غزلی میخوانم به زبان مادریم پشتو که نامش زیره یا مجده است. بد مجده زیره به اجازه شما بفرمی ما سراپا تشکر. لوی اختر می بختوار شد چو چند می آرازی لوی اختر می بختوار شد چو وطن تا بیان را غی مهاجر بلبل چمن تا پومسکا پا چغان را غی دکارگه بچی تور کل باوراگان را پیغورنه دکارگه بچی تور کل باوراگان را پیغورنه میورده تور بخت تورشه ناگر شمس ملیان را غی ده کابل لاله گلونه پنصاب اتنونو گلونده ارغوانی شوه ده گلونده و بهار راغه هر گذر چیه چیه شو هر پیغ و مستانه ده هر گذر چیه چیه شو هر پیغ و مستانه ده هر منگه شراب شراب ده خرابات ده خمار راغه سپلنه ای ورطلوگه که ایسوال گرو یتیمانو سپلنه ای ورطلوگه که ایسوال گرو یتیمانو جنکو دریا وحی پسر منگلو روی بر را غی یک توپک سراجبا پریکن لوی خدایا لحر زایا یک توپک سراجبا پریکن لوی خدایا لحر زایا شکابل تا یو کاکه دی ایارانو ایار را غی شکابل تا یو کاکه دی ایارانو ایار را غی. بله بسیار مقبول، بسیار شعر زیبایی و وقتا، بسیار تشکر از شما یک جهان. من بمی دعا که زبان سرخ تفنگ بر همیشه از کشور ما گم شوه، حرفای خدا ختم می سازم و مزایم شما نمیشم. برنامه قشنگی ایدی شما را از طریق کمپیوتر خود
میشنم. تشکر دیانا جان دوست دارم. تشکر از شما. بسیار تشکر. بله بفرمایید، تلویزیون زرین با دیانا هستین. بله سلام دیانا جان عزیز، سلام های بیکران بی نهایت خود خدمت خودت و تمام دستان در کاران امی پروگرام تقدیم میکنم. سلام های گرم مرا هم قبول کنین همکار عزیز ما، شاعری توانای ما، خانم مومنه جان نیک خو. یک جهان سپاس از که تماس گرفتین. ایدتان مبارک و روحای مقبول شما را غرق غرق بوسه نموده و ایده به شما تبریک میگم. تشکر از شما دیانا جان عزیز، ما هم عید سعید فطر خدمت خودت تبریک عرض میکنم و به خانواده عزیزت هم عید تبریک میگم. بسیار تشکر مومنه جان. ما یک تا شعر دارم دیانا جان عزیز، البته او شعر عید است که راجب مردم وطن ما و در بدری ها و بی امنیت های وطن ما نمیخوام او بخانم. یک شعر راجب وصف شان و عظمت خداوند یکتای یگانه به زبان قاصر ما، ما این شعر گفتم این میره میخوام امشب خدمت خودت و همه دوستان تقدیم کنم. قربان شما مومنه جان، ما سرا پا گوش. زنده باشین دیانا جان. بسم الله الرحمن الرحیم. ای آسمان نشین که خدای جهان تویی، فرمان روا و مالک کون و مکان تویی. گلهای آفتاب فشاندی با کائنات، خلاق اختران با دل آسمان تویی. بالا بلند قادر مسند نشین عرش، شاه عظیم بارگه لامکان تویی. افلاکیان با سجده سر عجز مانده اند، مسجود و آفریدگر قدسیان تویی. لوح و قلم به امر تو تقدیر می کشند، فرمانده بزرگ زمین و زمان تویی. بخشیده حیات به کرات بیشمار، سازنده کواکب هفت آسمان تویی. لاهوتیان سجود جلال تو می کنند، لاهوتیان سجود جلال تو می کنند، بخشنده و مددگر ناسوتیان تویی. از حکمت ثوابت افلاک جابجاست، حاکم به وضع گردش سیارگان تویی. بخشنده گناه و خطای زمینیان، معبود بی نیاز سماواتیان تویی. خورشید و ماه و زهره و نظم ستارگان، بر پاس چون پناه ره کهکشان تویی. مومن به درگاه تو سر وجد مانده است، مومن به درگاه تو سر وجد مانده است، زیرا که صاحب کرم بیکران تویی. دیانا جان عزیز، از خداوند بزرگ عمر طولانی، صحت کامل و نام نیک و شهرتی که خودت شاعره افغان ما هستی، ما برای خودت و خانوادت خواهان هستم. زنده باشی مومنه جان. ما هم همچنان بسیار تشکر از شما. یک جهان سپاس. خدا نگهدار شما. از مومنه جان یک جهان سپاس گذار هستم. واقعا چی مناجات مقبوله را تقدیم کردن و خوب بسیار لذت بردم. امیدوار هستم شما هم ازش لذت برده باشین. خب در قسمت ما پارچه شعر عید رمضان گفتیم، چند کلامی هست که با هم یک جا کردیم. خواستم عدی عید به قدم های شما شعر دوستان و ادب دوستان عزیز بریزم و از به طریق امی شعر عیده به شما تبریک بکنیم. موسیقی
ایده رمضان. ایده رمضان بر همه یاران مبارک. این مژده خوشی به هر افغان مبارک. این صبح درخشان که پیام آور عید است. این صبح درخشان که پیام آور عید است. آورد پیام خوش جانان مبارک. مطرب به نوا آمد و قمری به تماشا. مطرب به نوا آمد و قمری به تماشا. شادی شده بر پا با غزل خان مبارک. ایده رمضان بر همه یاران مبارک. این مژده خوشی به هر افغان مبارک. طفلان همه بنگر، طفلان همه بنگر که چی نو جام وطن کرد. زنان بزدن هنه به دستان مبارک. در هیچ شود سینه ما پاک زکینه. در هیچ شود سینه ما پاک زکینه. بر مؤمن و بر زاید و بر جمله مسلمان مبارک. صافی ز خوشی جامعه گلگون بتن کرد. صافی ز خوشی جامعه گلگون بتن کرد. این مژده بران مردم رنج دیده افغان مبارک. این مژده بران مردم رنج دیده افغان مبارک. خوب عزیزان، امیدوار هستم تا به هم اکنون متانسته باشم برنامه را به شکل شاید و باید خدمت شما تقدیم کرده باشم. میریم سراغ چند اعلان تجارتی، دوباره به برمیگردم. از زبان حضرت لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی عید به شما عزیزان تبریک میگم. با ما باشین در برنامه عیدی، خدمت شما هستم. خدمت شما هستم عزیزان، امیدوار هستم که تا به هم اکنون برنامه ایدی ما مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. البته پیشتر در عقب لین، در پشت لین با برادر عزیز خود شاعر بسیار خوب ما آقای اسحاق سنا ما صحبت می کردم. البته ایشان زنگ می زنن، من منتظر لین زنگشان هستم. ایشان در موردشان بگویم که واقعا همکار بسیار عزیز ما و که همیشه در دمتای 8 ساله که ما برنامه را پیش میبرم، برنامه شیر و ادب، با ما همکار بودن. البته با آشار زیبای خود البته یک حلقه بسیار خوبی بودیم در، اما آل یک ذره چون وقت زمان همه بیزی هستن، همه مصروف هستن، اما میریم سراغ لین باز هم با هم هستیم. بله بفرمایید، تلویزیون زرین با دیانا هستیم.
دیانا جان گل، با عرض سلام و احترامات به خودت و فامیل محترم شما و همکاران گرامی و بیننده های نهایت عزیز شما، همه شاعران گرامی ما و همه مسلمانان و میهنانم در بیرون و خارج کشور، عید تبریک میگم صمیمانه و خداوند طاعات عبادات شما را مقبول و قبول کرداند. خواهر نازنین سیمین جان شمس، همکار نازنین برنامه شیر و ادب، یک جان سپاس از تلفنتان، همیشه با ما بودین در همه جا. ایده به شما تبریک میگم، روی شما را غرق غرق بوسه نموده و عید بسیار خوش و پر از صفا و صمیمیت هم را با فامیلتان برتان آرزو دارم. بر شما همچنان و روی زیبای شما را من هم غرق بوسه میکنم و اگر اجازه باشه من هم ایدانه ای دارم که با شما از نوشته های خودم از تقدیم کنم. بفرمایید، ما سر پا کش. زنده باشین. تشکر. عید آمد و خوش آمد و رمضان رفت آمد، هلال عید را دیدن که اول مسرت عید آمد. انگام عید است از خدای خود پرسیدم و گفتم خداوندا، در این دریای مواج و پر آشوب دنیایت دیدم کشتی طوفان زده عید را که رسید پس و پریشانی بندگانی که جز ماتم و سوگ و رنج در سفره عیدانه‌شان ندارد، که عید است و گدا نان ندارد، جز ماتم و رنج در تلاطم جان ندارد. آنان که سفره های رنگین هموار می کنند، یک رنگ آن را سفره یتیمان ندارد. عید است و خوشی و شادمانی هر طرف، کلبه غریب خوشی و یک مهمان ندارد. از پارچه های زربرف لباس می پوشم، دیگری با پوش کهنه و پیرهن جان ندارد. یارب عرض و نیاز بندگانت را شنو، که عید از جستو خدای مهربان ندارد. بله عید رفت با ناله و چشم گریان رمضان، با مویه و عشق روزداران رمضان. قاصدک عید خبر آورده است میهن، مردم میهن ندارد عید و نام. تشکر دیانا جان گل از مهربانی شما و سروده زیبا و میرنگیز شما. عید نامه شما واقعا لذت بردیم. بسیار تشکر. قربان شما. برنامه زیبایتان. سیمین جان قند، از شما هم یک جهان سپاس. پیام بسیار خوب داشت سروده شما، یک جهان سپاس گذار است. تشکر دینا جان گل. طول عمر و سعادت خوشی برای شما خواهان استم و برای تمام همکاران شما. دکتر سی مریم جان هم عید تبریک میگم. سعادت نصیبتان باد. خدا نگهدارتان. خدا نگهدار شما هم سیمین جان. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. از سیمین جان عزیز یک جهان سپاس. واقعا به سرودی خود آرانچی که یعنی در ممالک غریب مسلمان، البته مثلا که در این موقعیت یعنی طفلکایی که پدر ندارن و یتیم هستن و غریبایی که نان بر روی سفره دسترخان خود ندارن، بید و قنید از ما میروم سراغ یک لین با هم هستیم. بله بفرمایید، با دیانا هستیم. جناب آریانا جان سلام علیکم. آقای سه بزرگوار، صحت شما خوب است؟ زنده باشین. سلام های گرم و صمیمانه مرا هم قبول کنین محترم اسحاق سنا برادر عزیز من. یک جهان سپاس از تلفنتان. عید شما مبارک. شما زنده باشین. عید شما مبارک. عید همه دوستا، جناب جوهر، جناب رئیس، جناب مسعودی صاحب، همه دوستای کمیار صدای مرا میشنون، عید برشان مبارک باشه. و شما و فامیلتان هم عید مبارک میخوایم. همه دوستان عید همشیری بسیار عزیز و گرامی مشاعری بسیار گرامی جناب آیسه بی بی دیانا جان. تشکر.
ما با اجازه شما یک شعر دارم بخونم. بفرمایید. ما سرا پا گوش محترم. شما زنده باشید. ای دست و خوشی غیر خوشی در دل مانه، جز دیدن یاران جهان مشکل مانه. بوسیدن و آغوش بوسیدن رو رسم است، مایم غریب کس مایر مانه. گفتم که مگر این شود دوست، ببینم این خواب و خیال از جز این حاصل مانه. افسوس در این عید در این ملک غریبی، جز حرف وطن یاد وطن مشکل ما نیست. کردیم بر ای طلب صلح و میهن، افسوس اجابت بره منزل ما نیست. دشمن به خوشی ها نگذارند عید است، یک ذره رحم بدل قاتل ما نیست. در مزه دنیایی خود هرچی که کشتیم، در مزه دنیایی خود هرچی که کشتیم، جز خار سنا هیچ دگر حاصل ما نیست. جز خار سنا هیچ دگر حاصل ما نیست. ممنون و سپاسگزار شما هستم. همشیری بسیار گرامی مدیانه جان صافی، از وقتی که با ما دادین با فامیل محترم به جناب دکتر صحیح اترامات ما را تقدیم میکنین و عیده تبدیل کنین. زنده باش. شما هم سلام های برای و تبریکی ایده و محترم خانم محترمتان محترمیتان وسیله شوید. بسیار تشکر. سلامت باشید. خوش و سهت من. خدا یار شما باشید. خداوند با شما باشید. خوب عزیزان، از برادر خود محترم ایساق زنا شاعر توانای ما یک جهان سپاس که از ونکوور کانادا به ما تماس گرفته بودن از شان سپاس گذار است. خب میریم سراغ پارچه شیری از حضرت رسان الغیب خواجه حافظ شیرازی، که حافظ شیرازی هم به شما تبریکی اید از زبانشان پارچه شیریشان انتخاب کردیم خدمت تقدیم میکنم. باز هم با هم هستیم. دختر رز. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان موا عید که کردی مرم از یادت. دشو گفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادد. برسان بندگی و برسان بندگی دختر رس گو بدرا، که دمو امت ما کرد زبان آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد ارانده که نخواهد شادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد ارانده که نخواهد شادت. ساقیا آمدنی عید مبارک بادت، ساقیا آمدنی عید مبارک بادت، وان مواهی که کردی مرو از یادت. Thank you.
شکر ایزد که از این باد خزان رخنه نیافت. شکر ایزد که از این باد خزان رخنه نیافت. بوستان سمن و سر و گل و شمشادت. چشم بد دور، چشم بد دور که آن تفرقه خوش باز آورد. طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده، حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. ساقیا آمدنی عید مبارک بادت. ساقیا آمدنی عید مبارک بادت. وان موائید که کردی مرود از یادت. خوب عزیزان، این بود پارچه شعر غزل بسیار مقبول و کوتاهی که از زبان لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی شعر زیبایی ایدی بود که خدمت تقدیم کردم. البته واقعا ما لذت بردم، شعر بسیار زیبا بود. امیدوارستم و تانسته باشم شعر به شکل شاید و باید خدمت شما عزیزان تقدیم کردم. حالا میریم به زبان شاعر بسیار چیره‌دست و توانا صوفی اشعری. پارچه شعری را انتخاب کردیم به نام عید مبارک. البته خدمت شما این شعر هم تقدیم میکنم. باز هم با هم هستیم، ببینیم وقت تا کجا با ما همراهی میکنه و با اشعار بسیار مقبول ایدانه از زبان شاعرهای بسیار خوب و توانای ما که افتخار ملت ما هستن با شما هستم امروز. میریم سراغ شعر عید مبارک از شاعر توانای ما صوفی اشعری. صد بار گریه هم گفت، صد بار گریه هم گفت عید تو را مبارک. با خنده نگفتی عید مرا مبارک. در پیکرت مبادا از چشم بد گزنده، در پیکرت مبادا از چشم بد گزنده. بسیار جام زیبی نام خدا مبارک. ایدم بعید از آن شد که از وصل یار دورم، ایدم بعید از آن شد که از وصل یار دورم. بر حالم مبارک، بر ماست نام مبارک. اید است هر کسی را طرز مبارکی هاست،
عید است هر کسی را، طرز مبارکی آست. از تو جفا مبارک، از ما وفا مبارک. صد بار گریه هم گفت عید تو را مبارک، با خنده ای نگفتی عید مرا از بس که خو گرفتم با درد و داغ گفتم، وصل تو با رقیبان اجرت بما مبارک. گربت نمی نمایم، گربت نمی نمایم بر دیده نیکویان، با من چرا ندارد یک خوشنما مبارک. از تو ستم شهاری، از من فغان و زاری، دشنام گفتن از تو از من دعا مبارک. صد بار گریه هم گفت عید تو را مبارک، با خنده ای نگفتی عید مرا امروز روز عید است، امروز روز عید است، جانا مکن تغافل، بیگانه دارد امروز چون آشنا مبارک. بر اغنیای دنیا دایم مبارکی هاست، گویید ای عزیزان بر بی‌نوا مبارک. دستش چو بوسه کردم خندید و گفت با من، ای عشقری نگفتی بی مدها مبارک. صد بار گریه هم گفت عید تو را مبارک، با خنده نگفتی عید مرا مبارک. خوب عزیزان، این بود پارچه شعری زیبا و مقبولی که من بسیار خوش دارم. شعره واقعا مقبول زیبا سرودن، از دیوان صوفی اشعری انتخاب کرده بودم.
البته که خدمت تقدیم کردم، امیدوارستم که مورد پسند واقع شده باشه. خوب عزیزان، وقت برنامه ما 2 دقیقه داریم. از همه تشکر میکنم، از عزیزای ما، شاعرای ما، عزیز ما که زنگ زدین و مرا در این کاروان همراهی کردین. البته نام گرفته باز هم نمیگم، یک بار دیگه ایده خدمت تمام همکارای عزیز برنامه شیر و ادب از الف تا یا میگم، ایده برشان تبریک عرض میکنم. روزای ایدی بسا خوش و شاد سپری کنین با فامیلا یک جا. برنامه شیر و ادب امیجا و پایان رسید. تا برنامه آینده روز جمعه سر ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس، البته که بنده خدمت حاضر میشم، شما عزیزان به خداوند بی همتا میتسپارم. البته باید یادآور شوم که برنامه های شیر و ادب هم میتونین از طریق یوتیوب تایپ کنین دیانا صافی دوستاده زرین تیوی، میتونین که از طریق فیسبوک و یوتیوب هم تماشا کنین. شما را به خداوند بی همتا میسپارم. سعادت نصیب شما. خدا حافظ.